درود بر همگی، ایمان صدیقی هستم. در این ویدیو در مورد گیاهخواری، وگانیسم و گوشتخواری از سه منظر علم، اخلاق و مذهب صحبت میکنم. از اونجایی که اکثر مخالفین گیاهخواری افراد خشک مذهبی هستند، من برای دفاع از گیاهخواری در برابر این افراد قسمتهایی از صحبتهای یک روحانی به نام دکتر سید حسن اسلامی رو در این ویدیو استفاده میکنم که گیاهخوار هستند و در عید قربان به برنامه زنده تلویزیونی دعوت شدن تا در مورد گیاهخواری صحبت کنن. و الا من در بین گروه های مختلف مثل دانشمندان، فلاسفه، ورزشکاران، هنرمندان و باورها و ادیان مختلف افراد بزرگ دیگری هم برای دفاع از گیاهخواری میشناسم. البته ایشون استاد فلسفه و استاد اخلاق هست. تعداد زیادی کتاب و مقاله ترجمه و تألیف کرده و تعداد جوایز علمی هم برنده شده. بنابراین با رعایت انصاف آدم باسوادی است. ایشون معتقد سیستمی که امروزه برای تهیه گوشت وجود داره یک نوع هولوکاست حیوانی هست و با روشی که در گذشته وجود داشته و مورد تایید پیامبران بوده فرق میکنه و ایرادهای بزرگی بهش وارده و برخلاف گذشته در دنیای امروز گوشتخواری ضروری نیست. پس اگه شما یک فرد مذهبی گوشتخوار هستین که به راحتی به گیاهخواران یه انگی میزنین و پروندهشون رو میبندین، بهتره به حرفای ایشون هم گوش بدین و اگه سوال یا مخالفتی دارین میتونین باهاشون گفتگو کنین، چون اطلاعات دینیشون از من بیشتره. در این ویدیو استدلال‌های خوبی در دفاع از گیاهخواری مطرح میشه که تا به امروز جواب خوبی براشون وجود نداشته. همچنین به تمام سوالاتی که در نقد گیاهخواری مطرح شده پاسخ داده میشه. توجه کنین که این گفته‌ها در رده‌های بالای علمی و فلسفی مطرح شدن و حرفایی نیست که من از خودم درآورده باشم. بنابراین مخالفان باید بتونن با اساتید وارد مناظره‌های واقعی بشن و پیپر علمی چاپ کنن تا من به اونا هم استناد کنم. زیاد پیش میاد که منتقدان گیاهخواری میگن شما چسبیدین به اخلاق یا فلسفه و از مغالطه حمله به حریف استفاده میکنن. این کار اشتباه است. یه گاوپرست هم اگه باوراشو به چالش بکشیم میتونه بگه شما مشکلت اینه که چسبیدی به عقل. عقل که ناقصه. پس صرفا به استدلال ها توجه کنید و این نکته رو بدونین که اگه یه استدلال واقعا درست و خوب باشه به همه جا نفوذ میکنه. مثل بردهداری که علم اخلاق گفت اشتباهه. اولش همه قبول نکردن و سالها بردهدار بودن، ولی آخرش معلوم شد بردهداری خوب نیست. امروز دفاع از گیاهخواری اونقدر قوی هست که حتی داخل حوزه‌های علمی قوم هم نفوذ کرده. خود من 6 سال گیاهخوار بودم و الان خیلی کم گوشت میخورم، معمولا گوشت سفید، ولی این به این معنا نیست که گوشتخواری رو تایید کنم و احتمالا دوباره گیاهخوار بشم. چرا نباید حیوانات رو بکشیم و بخوریم؟ اول اینکه ایجاد درد و رنج در موجودی که احساسات داره و درد رو احساس میکنه کاری غیر اخلاقی هستش. در اواخر این ویدیو خواهم گفت که اصلا چرا نباید کارهای غیر اخلاقی رو انجام بدیم. همه ما اگه ببینیم یک نفر داره به حیوانی آزار میرسونه، اگه سلامت روان داشته باشیم از این کار ناراحت میشیم. یعنی اگه کسی از شکنجه حیوانات ناراحت نشه حتما باید روانکاوی بشه. دستگاه‌های وجود داره، کسایی که میخوان تیراندازی کنن، هدف متحرک بزنن، یه بشقابای ظریفی از پرتاب میکنه تو هوا و این میزنه. این دستگاه خریدش و وارد کردنش اینها هزینه بره، فرض کنید 40 میلیون پول این دستگاه. من یه حساب کتابی میکنم، یه تصمیم دیگری میگیرم، میرم 50 تا جوجه رنگی از این جوجه‌ها یه روزه میخرم، دونه 5000 تومان. به یه دوستی هم میگم شما بنشین و یکی که پرتاب کن من بزنم. خوبه یا بده به نظر شما؟ چرا بده؟ چون بشقاباتون ندارم ولی اون جوجه‌هاتون. خب اگه جوجه یعنی جوجه جونداره نباید بکشیم شما؟ نه. پس چرا میخورید شما؟ اون فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ ببین هر حیوانی باید به کمالی برسه. کمال اون حیوانی است که ما بتونیم بخوریمش. اینه اون حیوان میگی یا شما میگی؟ اینه اون حیوان میگی کمال من در خورد شدن یا شما میگی؟ با همین منطق دقت کنید. ببینید وقتی خدا حلالش کرده برای ببینید بس خود. میگن یک قاضی در محکمه داشت حکم میکرد، به یک کسی گفت که شاهدت، گفت خدا. کسی گفت که اسم کسی بیار که این قاضی بشناستش. شما کسی بگید که من بشناسم، خدا رو بذار فعلا تو پرانتز. حالا اگه کسی بتونه این کارو در حق حیوانات کنه، یعنی پتانسیل لازم برای آزار و اذیت انسان‌ها و کشتن انسان‌ها هم داره. البته این یه شرط دو طرفه قطعی نیست. یه گیاهخوار هم میتونه جنایتکار باشه. گیاهخواری عمل درستیه،
ولی معناش نیست که گیاهخواران آدمای درستی هستند. گوشتخواری به نظر من نادرسته، ولی معناش نیست که گوشتخواران آدمای نادرستی هستند، برعکس ممکن باشه. موضوع اینه که اگه من دلم نیاد یه پرنده ای رو بکشم و گوشتش رو بخورم، این که بخوام خشونت روی انسان داشته باشم برام سخت‌تره. ولی اگه خیلی راحت این کار با حیوانات انجام بدم، اون وقت احتمال اینکه بتونم به انسان‌ها هم آسیب بزنم بیشتره و بهتر میتونم با این قضیه کنار بیام. وایکینگ‌ها و افرادی که در طول تاریخ وحشی‌تر و جنگجوتر بودن، تمایل بیشتری هم به خوردن گوشت داشتن و غذاشون غالبا گوشت بوده. به هر حال گرفتن جان یک موجود زنده نیاز به مقداری بی‌رحمی داره و اکثر گوشتخوارا این کارو به شخص دیگه میسپارن. مثلا معروفی هم براش هست. دیدین برای اینکه بگن یک نفر بیگناهه، میگن آزارش حتی به مورچه هم نمیرسه. جالبه که مثلا میگن فلان شخص اونقدر آدم خوبی بود که پشه و مگس رو نمیکشت یا حواسش رو جمع میکرد که پاش روی مورچه نره. خب این آدم که پشه و مگس و مورچه نمیکشته، چرا گوسفند و مرغ میکشته میخورده؟ این که بدتره. این افراد انگار نمیدونن که پشه و مگس و مورچه درک پایینتری نسبت به گاو و گوسفند از بودن در هستی دارن. اگه قرار جان جانداری رو نگیریم، پس اونی که پیچیده تر و پیشرفته تر هستش دیگه اصلا نباید بکشیم. حالا ممکنه در جواب بگن که چون مرغ و گوسفند رو میخوریم و غذامونه و بهش احتیاج داریم. این ادعا دو حالت بیشتر نداره. آیا به گوشت حیوانات واقعا نیاز دارین یا نه؟ اگه بگین نیاز نداریم، پس کشتن اونا هم مثل کشتن پشه و مگس غیر ضروریه، در نتیجه غیر اخلاقیه. اگه بگین نیاز داریم، باید بتونین این ادعا رو ثابت کنین، در صورتی که علم ثابت کرده که امروزه تمام چیزهایی که در گوشت هست و مورد نیاز بدنه به صورت سالمتر در سبزیجات، میوه‌ها و غلات هم وجود داره. سازمان‌های بهداشت اعلام کردن که با یک رژیم گیاهی استاندارد نیاز بدن تامین میشه و فرد به مشکل بر نمیخوره. در هند چند میلیون جمعیت جینیست وجود دارن که سالهاست حتی به صورت افراطی وگانیسم هستن، یعنی اونها چیزهایی که از حیوانات به دست میاد مثل عسل، تخم مرغ، شیر و گیاهانی که از ریشه در میان و چیدنشون باعث مرگشون میشه مثل تربچه، سیب زمینی و هویج هم نمیخورن. اما حتی با این رژیم افراطی که دارن، مشکل خاصی از نظر سلامتی براشون پیش نیامده و زاد و ولد دارن. عمومی سازمان ملل متحد در اول آوریل 2016 از دست و پنجه نرم کردن 800 میلیون نفر با سوء تغذیه خبر داد و کمبود غذا حدود 2 میلیارد نفر را در جهان تهدید می‌کرد. متهم اصلی در این ماجرا افزایش رژیم گوشتخواری در جهان معرفی شده بود. گیاهخواری در نگاهی کلی پرهیز از خوردن گوشت و در برخی ملل‌ها پرهیز از گوشت و فرآورده‌های لبنی، تخم مرغ و عسل است. مدعیات گیاهخواران عمدتاً از دین، عرفان، بهداشت و سلامت و اخلاق ریشه گرفته است. دین هندو و آیین بودا گوشتخواری را به دلیل اهمسا یا عدم آزار به غیر ممنوع کردند. در عرفان اسلامی هم تاریخچه‌ای متمول از صوفیان و زهدی به چشم می‌خورد که برای تزکیه نفس لب به گوش نمی‌زدند. در سال‌های اخیر اما ادبیات گیاهخواری بیشتر رنگ و بوی اخلاقی به خود گرفته است. دغدغه‌های زیست‌محیطی از یک سو و منع خشونت علیه حیوانات از سوی دیگر عمده‌ترین دلایل فعالان اخلاق کاربردی در دفاع از گیاهخواری است. بی‌رحمی نهفته در سیستم پرورش و کشتار صنعتی حیوانات، انکار منزلت و شأن اخلاقی حیوانات و تقلیل حیوانات به ماشین‌های زنده متحرک، رنج دادن حیوانات و آسیب‌های غیرموجه و گوشتخواری مبتنی بر لذت، دادنامه هایی که کسانی چون استفن دیویز، پیتر سینگر، ماری میجلی و هرس هاوس با نگاه های مبتنی بر فضیلت گرایی اخلاقی علیه گوشتخواران منتشر کردند. با این حال گیاهخواران در طول این سالها همواره در معرض نقد، اعتراض و حتی تمسخر قرار داشتند. بعد یهو وجتریان میشه، بعد کلم بروکلی رو یه جوری گاز میزنه که کلم بروکلیه دردش نیاد. بعد دو ماه این آدم ها رو میبینیشون کباب و یه جوری میخورن، سیخش هم پس نمیدن. جالبی که اکثر اونایی که گوشتخوار هستن و برای تماشای اعدام جمع میشن، میگن بازی های ویدئویی خشونت دارن و بچه ها رو آماده میکنن برای جنایت و خشونت واقعی.
یعنی گیم رو مقدمه جنایت واقعی میدونن. گیمر لازم نیست بیرحم باشه یا عذاب وجدان نداشته باشه تا توی گیم بتونه آدم بکشه. اما برای کشتن حیوانات یا تماشای اعدام که یک چیز واقعی و ملموس هست و میتونه آدم رو خشنتر و بیرحمتر کنه، این حرفا رو نمیزنن. اگه کسی هنوز نمیدونه که آیا حیوانات درد و رنج رو میفهمن یا نه، باید بگم جاندارانی که سیستم عصبی پیشرفته دارن درد و رنج رو کاملا حس میکنن و هر چقدر مغز تکامل یافته تری داشته باشن احساسات قوی تری هم دارن. پس حیوانات مخصوصا پستانداران درد و رنج رو حس میکنن و اتفاقات در یادشون میمونه و مستندهای حیات وحش و آنالیز مغز حیوانات این موضوع رو تایید میکنه. بنابراین ما حتی مرزهایی بر اساس طبیعت جانداران تعیین میکنیم و میزان غیر اخلاقی بودن کشتن جانداران با هم فرق میکنه. انسان هم بالاتر از حیوانات در نظر میگیریم. بنابراین اگر انسان نیاز به گوشت داشته باشه، خوردن گوشت حیوانات اشکال اخلاقی نداره. حالا ممکنه یکی بگه که گیاهان هم موجود زنده هستن. وقتی ما اونا رو میخوریم، جون گیاه رو میگیریم. پاسخ اینه که گیاه سیستم عصبی مرکزی نداره و مغز تکامل یافته و پیشرفته نداره و به اندازه حیوان آزرده خاطر نمیشه. طبق همین اصل، خوردن صدف اشکالی نداره. معیار اکثر گیاهخوارها صرفاً حیات نیست. البته هستن گیاهخوارهای افراطی که اینطور فکر نمی‌کنن، حتی میگن صبر می‌کنیم میوه از درخت به علت رسیده شدن جدا بشه و بیفته، بعد ما می‌خوریم، خودمون میوه رو نمی‌کنیم. اما موضعی که من و اکثر گیاهخوارا ازش دفاع می‌کنیم این هست که آزار رساندن به حیوانات و موجوداتی که احساسات دارن و دوست ندارن کشته بشن در صورتی که غیر ضروری باشه غیر اخلاقیه. به این جمله دقت کنید، در صورتی که غیر ضروری باشه غیر اخلاقیه. ممکنه یه نفر سوال کنه که چرا با حشرات موذی مثل سوسک و موش مبارزه میکنین و خیلی راحت اونا رو میکشین، اونجا چرا دلتون به حال اون موجودات که میخوان زنده باشن نمیسوزه؟ ما به این علت که سلامتی انسان مهمتر از سلامتی حیوانات هست و جان انسان با اهمیت تر از جان حیوانات هست، اولویت رو انسان میذاریم. چون حشرات موذی سلامتی انسان رو به خطر میندازن، میتونیم باهاشون مبارزه کنیم و بکشیمشون. البته اخلاقی تر این هست که بدون اینکه بکشیمشون از خونمون بیرون کنیم و به طبیعت منتقلشون کنیم. اما اگر هم بکشیم چندان غیر اخلاقی نیست، چون بهداشت و سلامتی انسان اهمیت بالاتری نسبت به سلامتی سوسک و موش داره. بر همین اساس اگر ببینیم یک حیوان وحشی میخواد جون انسانی رو بگیره، مجاز هستیم که اون حیوان وحشی رو بکشیم. اما شیر گرفتن از یک گاو بیش از حد توانش و کوتاه کردن عمرش و زجرآور کردن کل زندگیش و بعد هم سلاخی کردنش در صورتی که واقعا بهش نیازی نداشته باشیم کاری غیر اخلاقی هستش. بسیاری از بزرگان و نوابق جهان گیاهخوار بودن، مثل ابن سینا، افلاطون، نیوتن، لئوناردو داوینچی، ادیسون، اینشتین، نیکولا تسلا و گاندی. ابن سینا در مورد مزرعات گوشت مطالبی نوشته و گفته از خوردن گوشت جانوران برحذر باشید و معتقد بوده که دستگاه گوارشی انسان برای گوشتخواری مناسب نیست و این کار میتونه به ما آسیب بزنه. تا اینجا بحث هیچ چالش خاصی وجود نداره. چالش زمانی ایجاد میشه که مسلمان ها میگن حرف گیاهخوارا با دستورات دین ما جور در نمیان. البته الان که گوشت گرون شده و جهان با کمبود گوشت مواجه شده، افراد مذهبی هم خیلی تبلیغ گوشتخواری نمی کنن و به نوعی مصلحت اندیشی سیاسی کردن. ولی یادم چندین سال پیش خیلی به گیاهخوارا گیر می دادن و فکر می کردن دینشون با این کار به خطر افتاده و این کارها توسط شیطان پرستا برنامه ریزی شده. اما مسئله خیلی واضحه و مربوط به مباحث اخلاق هست. بعضی ها هم میگن این حیواناتی که ما می خوریم خدا آفریده برای اینکه ما بخوریم. اگه اینطوره پس چرا دوست ندارن کشته بشن؟ چرا از دست ما فرار میکنن؟ چرا هیچ گاوی به میل خودش به کشتارگاه نمیره؟ و اصلا مهمتر، چرا درد رو احساس میکنن؟ چرا طوری آفریده نشدن که از کشته شدن هم نوعشون توسط انسان نترسن؟ برای اونایی که میخوان بدونن از نظر اسلام گیاهخواری مشکلی داره یا نه، طبق تحقیقاتی که کردم به گفته جمعی مراجع تقلید، گیاهخواری هیچ اشکال شرعی نداره و کاملا مجاز و مورد تایید است.
چرا در مورد گوشتخواری اینقدر اصرار و تعصب وجود داره؟ آیا به این دلیل نیست که این افراد مصرف کننده گوشت هستن یا دستی در تجارتش دارن و نمیخوان قبول کنن که این دستورات مناسب گذشته بوده؟ در عربستان زمان گذشته که یک محیط بیابانی بوده، سویا نبوده، کلمه بروکلی نبوده، بسیاری از میوه‌های امروزی در آن زمان نبوده، بنابراین بهترین و تنها گزینه خوردن گوشت بوده. ولی حالا ما اگه نیازی به خوردن گوشت نداشته باشیم، آیا کشتن حیوانات و خوردنشون کار درست اخلاقیه؟ آیا لذتی که ما از خوردن کباب و همبرگر میبریم میارزه به اسارت و رنج یک گاو یا گوسفند و در نهایت گرفتن جان او؟ و خیلی از گوشتخوارا فکر میکنن که در دامداری صنعتی به حیوانات خوش میگذره. اگه به چشم بعضی از صحنه‌ها رو ببینن، ممکنه شبها کابوس ببینن. صحنه‌هایی که من نمیتونم توی یوتیوب نشونشون بدم، چون به علت خشونت زیاد ویدیو مسدود میشه. بعضی هم میگن کلن اخلاقیات برای انسان هست و شامل حیوانات نمیشه. باید از این دوستان پرسید که اگه ببینن کسی یه حیوانی مثل سگ خریده و این حیوانو به شدیدترین شکل ممکن شکنجه میکنه، آیا مشکلی با این کار ندارن یا نسبت به این مسئله اعتراض میکنن؟ چرا در همه جای جهان حیوان آزاری ممنوعه و جرمه؟ پس اخلاقیات شامل حیوانات هم میشه؟ همه شما وقتی گفتم جوجه میزنن به دیوار مخالفت کردید. ممکنه دلیل مخالفتتون قانع کننده نباشه. گفتی جون داره، گفتم خب میخورمش. خوردنش که اشکال نداره، اگه جون داره خوردنش هم باید اشکال داشته باشه. ولی همه میپذیریم که زدن جوجه به دیوار یه جاش مشکلی داره. اگر شما ببینید یه آدم درشت اندام 100 کیلویی توی خیابون داره راه میره، داره مسیر خودش میره، دو تا بچه 4 ساله دارن اونجا خاکبازی میکنن، این میاد بهشون لگد میزنه و بعد میره، اعتراض میکنه حداقل قلبن. برخی در دفاع از گوشتخواری حدیثی را ارائه میکنن که میگه هر کسی 40 روز گوشت نخوره مشکلاتی براش پیش میاد. بعضی ها ایراد گرفته بودن به این حدیث و گفته بودن که ما کلی آدم گیاهخوار میشناسیم که جسمشون تحلیل نرفته، عقلشون زائل نشده، بد اخلاق نشدن و دانشمندا و افراد معروف و مثال میزدن. ولی دقت کنین که اون زمان در عربستان اگه کسی واقعا گوشت نمیخورد، به احتمال زیاد مشکلات جدی براش پیش میومد و حتی بیمار میشد، چون جایگزینی به جز گوشت برای مواد غذایی مورد نیاز بدن وجود نداشت. شاید تنها راه در اون زمان خوردن گوشت بوده، اما الان سالاست که دیگه اینطور نیست. انواع اقسام سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات، غلات وجود دارن و میتونین خیلی راحت مکمل گیاهی مصرف کنین. حتی احادیثی هم داریم که گفتن گوشت زیاد نخورید چون سنگ دل میشید یا شکم‌های خود را قبرستان حیوانات نکنید. در مورد قربانی کردن و کشتار حیوانات برای تهیه گوشت، چند حدیث جالب از پیامبر اسلام وجود داره که با چیزی که گفتیم همجهت هستش. اول اینکه نباید حیوانی را جلوی حیوان دیگری سربرید و قربانی کرد. پس نشون میده حیوانات احساس دارن و اذیت میشن وقتی میبینن همنوعشون کشته شده. در صورتی که در دامداری صنعتی گاو مادر را جلوی بچهش میکشن. دوم اینکه نباید به صورت حیوان سیلی یا شلاق زد و آزار رساندن به حیوانات ممنوعه. سوم اینکه نباید بی‌دلیل روی حیوانی نشست و اگه میخواییم با کسی صحبت کنیم باید از روی اسب یا الاغ پیاده بشیم. چهارم، باید حیوان را سری کشت تا زشت کش نشه. اما امروزه در کشتارگاه‌ها به طرز بیرحمانه و وحشیانه به صورت گله گله حیوانات رو نزدیک هم نگه می‌دارن و بیش از توانشون از اونا بهره می‌گیرن. اجازه نمیدن بچه‌های گاو شیر مادر رو بخورن. تولید مثل رو به صورت غیر طبیعی انجام میدن و گاهی اسپرم رو با دست وارد گاو ماده می‌کنن. با تزریق هورمون و هزار روش ناسالم دیگه سعی می‌کنن رشد و تولید مثل حیوان رو سریع کنن تا سود بیشتری ببرن. و اصلا به حقوق حیوانات و منزلت اونا احترام نمیذارن. طبیعت مرغ این نیست که هر روز تخم بذاره و طبیعت گاو هم این نیست که انقدر سریع رشد کنه و انقدر زیاد شیر بده. پس به اینا توجه داشته باشین. در سبک مرغداری صنعتی تمام این حقوق ساده ترینشون از اینا گرفته میشه و کل زندگی مرغ در یک قفس بسته محدود در یک فضای تاریک، در واقع فضای با نور غیر نور مصنوعی، تا آخر عمر ادامه پیدا میکنه. یعنی مرغ از یک موجود زنده، از یک امت تبدیل میشه به یک شیء، یک فراورده گوشتی، میشه منبع، میشه ریسورس.
شما وقتی مرغ‌ها رو جابجا می‌کنن ببینید مرغ‌ها رو توی قفس‌های پلاستیکی می‌کن می‌چپونن که قفس‌ها معمولاً سوراخ هم است، پای چنگال مرغ‌ها بیرون از این قفس هست، این قفس‌ها رو که رو هم می‌اندازن من بارها دیدم که این قشنگ قطع میشه این پنجه اینا. شما مرغداری‌ها به گونه‌ای هستن که شما به سختی میتونید از فاصله 5 متری اونها رد بشید، اینقدر بوی عفونت داره، این زندگی طبیعی اونها نیست. طبق تحقیقات بسیاری از گوسفندان و خوک‌ها به خاطر اینکه در فضاهای بسیار کوچکی قرار می‌گیرند دیوانه میشن. فقط کافیه تصور کنین موجودات فضایی وجود داشته باشند و از ما قوی‌تر باشند و همین کارهایی که ما با حیوانات می‌کنیم اونا هم با ما انجام بدن. ما رو به طرز افراطی و خیلی سریع چاق و پروار کنن طوری که نتونیم روی پاهامون راه بریم، بعدش سرمون رو به طرز وحشیانه جلوی خانوادهمون ببرن یا بچه‌هامون رو جلوی چشمانمون به طرز وحشیانه‌ای بکشن، مدام زنها رو باردار کنن و به زور از اونها تا حد امکان شیر بگیرن، جمعیت زیادی از ماها رو نزدیک هم نگه دارن طوری که کمتر از نیم متر فضا برای هر کدوممون باشه، مطمئناً ما فکر خواهیم کرد که در جهنم هستیم و حیواناتی هم که ما پرورش میدیم و میخوریم دقیقاً در جهنمی که ما براشون ساختیم هستن. افرادی که میگن حیوانات از ما پایین‌ترن و ما آزادیم که اونا رو بخوریم و در موردشون خشونت به کار ببریم، به این سوال و چالش خوب فکر کنن. این ایراد سیستم اخلاقی شماست. اگر روزی موجودات فضایی باشن که از ما باهوش‌تر و پیشرفته‌تر باشن، آیا از نظر اخلاقی این اجازه رو دارن که ما رو برده خودشون کنن و با ما با خشونت رفتار کنن؟ چون شما با همین استدلال چنین رفتاری رو با حیوانات دارین. پس اگر روزی موجودی باهوش‌تر از انسان پیدا شد، با همین استدلال میتونه هر کاری خواست با ما انجام بده. این که میگی خداوند مسخر کرده برای من، این نگاه اخلاقی نیست. یعنی من توائل در اختیار من، قدرت شما رو میرسونم، ولی به فرض که مسخر کرده باشه، من برادری دارم معلوله، ناتوانه، زیر دست منه منطقا، این آیا با این که معلول است میتوانم، یعنی حق دارم هر کاری نسبت اون روابط دارم یا حقش رو ضایع کنم؟ حتی اگر تسخیر باشه، خداوند گیرم، میپذیرم حرف شما را که خداوند حداقل حیوانات خانگی رو مسخر من کرده، آیا من میتونم 20 جوجه بخرم برای تمرین پرتاب توپ، میخوام بسکتبال کار کنم؟ مسخر منه، مالکش هم هستم، حقم دارم، خریدم، الناس مسلطون علی امواله، ولی واقعا میتونم این کارو بکنم؟ خدا وکیلی. بعضی ها استدلال دیگه ای دارن و میگن که اگه ما گوشت نخوریم، مثلا گوسفند رو نکشیم، گرگ میکشه و میخوره، یا آهو توسط شیر خورده میشه، ما هم داخل این چرخه ایم، پس چه اشکالی داره که ما بخوریم؟ شما فکر میکنین زمانی که آهو توسط شیر خورده میشه، بچه هاش یا اطرافیانش بی تفاوتن یا خوشحالن از این موضوع؟ اونا هم ناراحتن و میترسن. یه شیر میمون رو کشته بود و به دندون گرفته بود و داشت میبرد. بچه میمون آویزون جنازه مادرش شده بود و اشک توی چشاش بود. در واقع حیوانات هم دارن به همدیگه ظلم میکنن و دارن درد و رنج در همدیگه ایجاد میکنن. حتما دیدین که سر جونشون با هم مبارزه میکنن. یا اگه زور حیوانی به دیگری نرسه، تا جایی که بتونه فرار میکنه. پس دوست ندارن که کشته بشن. اونا هم دارن درد و رنج ایجاد میکنن. حالا شما میخواین در این کار سهیم بشین؟ اما نکته اینجاست که گرگ چاره دیگه نداره. گرگ نمیتونه بره فلافل درست کنه بخوره، ولی ما میتونیم و مجبور نیستیم حیوانات رو بکشیم. به همین خاطر پای اخلاقیات میاد وسط. این زیاد میگم که ما بخشی از چرخه طبیعتیم و طبیعت این کار میکنه، ما این کار میکنیم. این استدلال معروف به استدلال بنجامین فرانکلین. بنجامین فرانکلین مدت گیاهخوار بودی که از سیاستمداران معروف امریکایی در قرن 18 زندگی نامه خودنوشتی داره. میگه روزی من در کشتی بودم، آشپزخونه ازش بوی ماهی سرخ کرده میامد و من هوس کردم و رفتم جلو، بعد دیدم که اینا ماهی زنده و تازه میگیرن، همونجا سرخ میکنن و میخورن. بعد دیدم یکی از ماهی هایی که گرفتن اینها شکمش که پاره کردن، یه ماهی کوچیک از دل این ماهی افتاد بیرون. بعد گفتم ماهی ها خودشون میخورن، چرخه طبیعته، خب منم بخورم. پیتر سینگر به این استدلال جواب میده و جواب خوبی میده. میگه ببینید، کاری که اون ماهی میکنه اثر انتخاب نیست، اثر غریزه است. انتخاب نمیکنه اون. کاری که گربه میکنه در خوردن موش اثر غریزه است، اثر نیازه. انتخاب نمیکنه. منوی غذایی دست نمیگیره که من امروز چی بخورم. ولی من و شما انسان انتخاب میکنیم.
به طور کلی خوردن گوشت در شرایطی که به تغذیه غیرگوشتی سالم و کافی دسترسی نداریم هم درسته و هم اخلاقیه، چون سلامتی و جان انسان ارزش بیشتری از جان حیوان داره. اما در شرایطی که مجبور نیستیم گوشت بخوریم، خوردن گوشت غیر اخلاقیه و نیازی نیست جان حیوان گرفته بشه. داوینچی گفته روزی خواهد رسید که مردم به قتل یک حیوان همان گونه نگاه خواهند کرد که امروزه به قتل یک انسان نگاه میکنند. و جالبه که در قدیم و جوامع بدوی قتل هم خیلی چیز بدی نبوده و قبیله ها و افراد قوی تر به راحتی انسان های ضعیف تر رو میکشتن، ولی الان دیگه این کار جرمه و قوانین براش هست. در مورد گیاهخواری هم هر چقدر اخلاقیات بیشتر رشد کنه و بشر داناتر و آگاهتر بشه رواج بیشتری پیدا میکنه، چه بسا یک روز گوشتخواری ممنوع بشه. البته تولید گوشت آزمایشگاهی مشکل اخلاقی نداره و فقط باید از جنبه سلامتی مورد بررسی قرار بگیره. از نظر علمی هم شواهد بسیار معتبر و خوبی وجود داره که گیاهخواری برای سیستم گوارش مناسب تره و فرد گیاهخوار کمتر به بیماری‌های قلبی و عروقی دچار میشه. اینکه نیاز بدن انسان فقط با گوشت تامین میشه علمی نیست. متوسط سن گیاهخواران بالاتر از سن گوشتخواران هست. گیاهخواری باعث میشه جوانتر و سالمتر بمونید. برخی از انواع سرطان به طور مستقیم با مصرف گوشت قرمز در ارتباط هستند. البته برای اینکه در گیاهخواری هم به مشکل برنخورین، باید یک برنامه غذایی غنی و صحیح علمی داشته باشین و اینطور نیست که همینجوری شروع کنین به گیاهخواری. خیلی ها چون به اشتباه این کار انجام میدن ممکنه احساس ضعف کنن یا مواد غذایی مورد نیاز بدنشون رو به دست نهارن. ممکنه کسی بگه اصلا چرا ما نباید زور بگیم و در دیگران درد و رنج ایجاد کنیم؟ ما زورمون به حیوانات میرسه، پس هر کار بخوایم باهاشون میکنیم. بعضیا میگن در مورد انسان هم همین کارو میکنیم و به اصطلاح از قانون جنگل دفاع میکنن. میگن اگه ما ظلم نکنیم یا زور نگیم به همون ظلم میکنن. حتی برای توجیه خودشون مثلا سیستم سوء استفاده از کارگران در کشورهای مختلف یا جنگ افروزی های ابرقدرت ها رو مثال میزنن. اما از منظر اخلاق تکلیفگرا گاهی ما موظفیم کار درست رو انجام بدیم بدون اینکه به نتیجه فکر کنیم. اینکه من یه ماشین غیر استاندارد بخرم و هوا رو آلوده تر و سمی تر کنم در صورتی که نیازی بهش ندارم کاری غیر اخلاقی است. با اینکه از نظر پیامدگرایی ماشین خریدن یا نخریدن من یه نفر تاثیر خاصی در میزان آلودگی هوا نداره، اما تکلیف اخلاقی خود من چی است؟ آیا واقعا کار درست اخلاقی است که من این کارو کنم؟ من اگه بدونم که فلان کارخونه و برند داره از کودکان کار میکشه و سوء استفاده میکنه، وظیفه اخلاقیم این هست که ازش خرید نکنم. هرچند که خرید نکردن من یه نفر باعث ورشکستگی اون کارخونه نمیشه. حتی از نظر پیامدگرایی این کارها کم کم جهان رو به جای بدتری تبدیل میکنه. اگه شما دزدی کنین، ظلم کنین یا از دیگران سوء استفاده کنین یا خشونت داشته باشین، جهان کم کم برای خود شما و عزیزانتون تبدیل به جای بدتری میشه. این افرادی که از قانون جنگل دفاع میکنن افق دید وسیعی ندارن. همه ما دوست داریم از زندگی لذت ببریم و مشکلات کمتری داشته باشیم. هدف همه ما داشتن تجربه بهتر و لذت بخشتری از بودن در هستیه. اگه میخوایم به این هدف برسیم باید به حقوق هم احترام بذاریم. به همین خاطر با هر چیزی که باعث ترویج خشونت بشه و جهان رو به جای بدتری تبدیل کنه باید مقابله کنیم. این هدفی هستش که همه موجودات زنده روش توافق دارن. در مورد معنویت یا بعضی چیزها همه توافق نظر ندارن، اما در مورد اینکه زندگی سالمتر و لذت بخشتری داشته باشن همه موجودات زنده روش توافق نظر دارن و سعی میکنن بهش برسن. بهترین راه برای رسیدن بهش اخلاقیات هست. بعضی ها به عنوان آخرین حمله به گیاهخواری از اشکالات کشاورزی و زنجیره تامین غذایی گیاهخواران ایراد میگیرن و میگن در کشاورزی هم برخی حشرات و جانوران کشته میشن یا به محیط زیست آسیب زده میشه. اولا این ایرادها قابل برطرف شدن است، اما به فرض که قابل برطرف شدن نباشه، ما یک سیستم گیاهخواری داریم که ایرادهایی هم داره. شما میخواین به این بهانه گیاهخواری رو بذارین کنار که گوشتخواری رو جایگزین کنین، اون که ایراداش خیلی بیشتره. شما زمانی میتونین گیاهخواری رو به خاطر اشکالات و ایرادهایی که داره کنار بذارین که جایگزین بهتری بتونین پیشنهاد کنین، نه اینکه گوشتخواری رو که علاوه بر این ایرادها یه سری ایراد دیگه هم داره پیشنهاد کنین. و اما وگان، وگانیسم بیشتر حالت اعتقادی و اخلاقی داره و خیلی از نظر علمی قابل دفاع نیست.
بخشی از هن هم وگان هستن. این افراد شیر، تخم مرغ، عسل و هر چیزی که از حیوانات به دست بیاد نمیخورن. ممکنه تعجب کنین یا مسخره کنین و بگین اینا دیگه شورشو درآوردن. اما توجیه تقریبا خوبی براش هست. ما گفتیم که از نظر اخلاقی درست نیست که درد و رنج در دیگر جانداران ایجاد کنی. خب زنبورها ماها تلاش میکنن و عسل تولید میکنن که ذخیره غذاییشون باشه برای آینده خودشون. بعد ما میریم اینو میدوزیم و میخوریم. مرغ تخمی که میذاره در حقیقت بچهش هست و منتظر هست که به دنیا بیاد. ولی ما میدوزیم و میخوریمش. مثل این میمونه یه نفر 9 ماه بچه توی شکمش باشه و بعد آدم فضایی ها یهو ببرن و بخورنش. گاو و گوسفند شیر رو برای بچه خودشون درست میکنن، نه برای ما. البته بعضی از پزشکا میگن که سیستم گوارشی انسان با شیر حیوانات سازگار نیست. بچه انسان هم در همون موقعی که نوزاد هست و شیر مادرش رو میخوره کفایت میکنه و بعدش دیگه شیر لازم نداره. پس میبینیم که وگان ها هم بیراه نمیگن. البته از نظر علمی و سلامتی هنوز وگانیسم به صورت 100% قابل دفاع نیست. در حال حاضر بیشتر وگانیسم از موضع اخلاق قابل دفاع است. یه نکته ای که میخوام بگم در مورد طرفداران گوشتخواری اینه که اینها چون گوشتخوار هستن معمولا از گوشتخواری دفاع میکنن و اگه گوشتخوار نبودن خیلی راحت این حرفا رو قبول میکردن. مثل کسی که سیگار نمیکشه و راحت قبول میکنه که سیگار ضرر داره، ولی اونی که سیگار میکشه خیلی سخت میشه بهش فهموند که سیگار ضرر داره و با انواع مغالطات سعی در توجیه کارش داره و میگه به علم نمیشه اعتماد کرد یا مریضی دست خداست. یا مثلا در مورد ضررهای ویدیو گیم، اگه برای پدر مادرهایی که گیمر نیستن گفته بشه سری قبول میکنن چون خودشون انجامش نمیدن، ضررش هم راحت قبول میکنن. گوشتخواری هم همینه. معمولا کسایی که عاشق گوشت هستن یا دستی در تجارت اون دارن از گوشتخواری دفاع میکنن. به قول نیل تایسون، قبل اینکه از دیدگاهی دفاع کنین اول مطمئن بشین اون دیدگاه دقیقا همون دیدگاهی نباشه که به شدت دوست دارین درست باشه.